کشور افغانستان در حال عبور از برهی بسیار طاقت فرساست با تسلط سنی های تون رو مشکلات در داخل افغانستان افزایش یافت و کار به جایی رسید که افغانستان های خارج از این کشور نیز با مشکلات گوناگونی مواجه شدند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. کشور افغانستان یکی از بدترین ایام خود را میگذراند و این در حالی است که پس از تسلط سنی های تندرو طالبان بر این کشور اوضاع سختتر شده است برای مثال دهها سازمان حقوق بشری درباره گرسنگی مردم این کشور خصوصا کودکان هشدار دادند صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف هشدار داد که گرسنگی جان یک میلیون کودک در این کشور را در زمستان سال جاری تهدید میکند به گفته مقامات سازمان ملل برای نجات کودکان در افغانستان باید کمک فوری 192 میلیون دلاری جامعه بین المللی هر چه زودتر اجرای شود. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا نیز گفته است که 23 میلیون نفر از مردم افغانستان در زمستان امسال به کمک فوری نیاز دارند. شرایط سخت و زمستان سرد سال جاری سبب شده است که مردم در نقاط مختلف افغانستان به دلیل فقر شدید به فروش اعضای بدن و فرزندان خود روی آورند. پیش از این نیز برخی نهادهای های بین المللی و سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده بود. یونیسف همچنین از آمریکا خواسته تا در مورد تصمیم خود درباره تعلیق برنامه فول برای دانشجویان افغانستان تجدید نظر کند این در حالی است که برخی مقام های آمریکایی روز جمعه در مصاحبه با شبکه ای بی سی نیوز گفته بودند که دیگر شهروندان افغانستان نمی توانند در برنامه فولبرایت شرکت کنند به گفته ای بی سی نیوز سال گذشته 140 نامزد نیمه نهایی این برنامه انتخاب شده بودند اما پس از خروج آمریکا و سقوط کابل و هرج و مرج ناشی از آن سرنوشت این برنامه در حاله ای از ابهام قرار گرفت این گزارش خبر تعلیق برنامه فولبرایت را ویرانگر خوانده است با این حال برنامه فولبرایت و مزایای آن برای بیش از صد دانشجوی فولبرایت از افغانستان که در آمریکا تحصیل می کنند ادامه می یابد. برنامه فولبرایت توسط دفتر امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه آمریکا اداره می شود. این برنامه توسط کنگره در سال 1946 با هدف ایجاد روابط بین المللی با ارائه کمک های مالی به شهروندان ایالات متحده برای تحصیل یا تدریس در خارج و به شهروندان غیر آمریکایی برای تحصیل در آمریکا ایجاد شد.